سوپ زنجفیل جور میکنم که سوپ زنجفیل بسیاری دوستای ما بسیار کم جور کردن. زنجفیل در 3 لیتر آب جوش میتیم دوستا. شلغم به این اندازه باریک باریک ریزه میکنیم. ترکاری را ریزه کرده بالای مواد قبلی اضافه شوه و آرد نشایسته یک گیلاس گرفتیم. در 2 گیلاس آب خوبی را آمادهش میکنیم. به نام خدا و عرض سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه پختاپز. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشید و امروز سوپ زنجفیل جور میکنم که سوپ زنجفیل بسیاری دوستای ما بسیار کم جور کردن، اما در هوای سرد قسمی که شما میبینین و هوا بسیار سرد است، در هوای سرد باید سوپ زنجفیل زیادتر جور شود، بخصوص کسایی که یکم که خود ما صدای مش گرفته است و سوپ زنجفیل بسیار خوب است برای کسایی که سینه بغل است، زکام است و سردرد است، جان درد است، برای زو بسیار خوب است که استفاده کنن. و همچنان شما کوشش کنین که ایره همیشه وقتی که پخته میکنین احتیاط کنین تا زنجفیلش با مقدار لازم که 100 گرم مبرتر میگم به مو اندازه اضافه کنین و مرچ دلمه و شلغم ده زیادتر استفاده میشه. یک سوپ پریزانه است که برای شما جور میکنیم. بیان که در اول مواد لازمه ببینیم، بعد از مواد لازمه با ما باشید. شلغم 2 عدد، مرچ دلمه 2 عدد، نخود جوش داده 1 گیلاس، گشنیز تازه به مقدار لازم، کرم به مقدار لازم، آرد نشایسته 1 گیلاس، سرکه سیب به مقدار لازم، 100 گرم زنجفیل و نمک چینایی و مساله جات به مقدار لازم. مواد لازم را به هم یک جای دیدیم دوستا و در ابتدا یک ذره ترکاری ها را آماده می کنیم. در ابتدا باید زنجفیل آماده کنیم. زنجفیل 100 گرم وقتی که جوش خورد در دیگ خوب آماده شد، بعد از او آستا آستا بخیر باز دیگه ترکاری هایش آماده میشه. اما در ابتدا زنجفیل خوب باید یا ریزه کنین، تراشک کنین، هر رقم که دوست داشتین بنمو رقمی رو دیگه آستا آستا آماده کنین. و بسیاری دوستای ما همیشه وقت گفتن که یک سوپ گرم برای ما جور کن، یک پریزانه وار باشه. کسایی که تکلیف همیشه وقت ما شما در هوای سرد میبراییم جلی خشک است و باید یک که احتیاط کنیم تا مریض نشیم، اما بازم در حالتی که جور آمده هستیم باید سوپ زنجفیل هفته یک روز در هوای سرد جور کنیم. زنجفیل 100 گرم را گرفتم و تراشک هم میگیرم. خوبی را تراشک میکنیم از قسمت های سراخ های خردش. وقتی که تراشک شد آبم در دی قبلا اضافه شده کم کم جوش میخوره و تقریبا 3 لیتر آب اضافه شده. 100 گرم زنجفیل در 3 لیتر آب جوش میتیم دوستا و کوشش نکنید که از زنجفیل خشک استفاده کنین. از تازه اگر استفاده کردین فایدهش بیشتر است و بسیار خوبتر آماده میشه، زودتر آماده میشه، خوشمزه میاد دوستا. خوب تراشکش میکنیم، از قسمت هم تراشک شوه و زنجبیل دیگه هم تراشک میکنیم. و همچنان کسایی که همیشه وقت سوپ خوش دارن و آماده میکنن و کوشش کنن در قسمت ترکاری زیادتر استفاده کنن، از چیکن سوپ برتر آماده کردم. شما دیدین که چقدر ساده و آسان آماده میشه و سوپ زنجفیل هم که از ترکاری ها ترکیب میشه. اما یکم وقت دوستای ما کوشش نمیکنن که از زنجبیل استفاده کنن. ما یکم پر زنجبیل میگیم. خوب است که شما دوستا از زنجبیل زیادتر استفاده کنین. و آله تراشک کار نداریم فعلا و ایره دوباره یکمک ریزه میکنیم که قسمتاش یکمک ریشه ریشه بود. خوب جوش بخوره، اضافهش میکنیم در آب جوش، حرارت هم زیاد میکنیم تا خوب جوش بخوره. و خیر حداقل 10 دقیقه ایره میمونیم امرای آب خوب جوش بخوره. وقتی که آماده شد دوباره ایره صاف میکنیم و یخنی از ایره ما باز کار داریم. بسیاری دوستای اگر صبح شام نکرد باز زیادتر اینه میخواد زنجبیل که هسته که دوستای عزیز زیادتر تلخ مزه میشه. به او خاطر در دقیقه که ایره جوش دادیم و آماده شد، بعد از او بازی را به خیر آستا آستا صاف میکنیم. و اگر صاف هم نکردین یک جالی جای صاف کنم بگیرین صاف میشه. اگر از اون نداشتین یک کاسی دیگره بگیرین و جالی بانین و آستا آستا کلش صاف کنین. از ایلک بسیار خوب صاف میشه، سراخش خورده است و اما زنجفیل در او جمع میشه، میتونه تفالیش دور کنین. و آل دیگه آستا آستا
ترکاری ها رو ریزه میکنیم و آستاستا که ترکاری رو ریزه کردیم به ادامهش اضافه میشه باز. اما در ابتدا یک دو عدد شلغم کلان ما گرفتیم و شلغم بسیار زیاد فاید فراوان داره و همچنان این سوپه که من امروز آماده میکنم هر شلغم استفاده کنید دوستا. دو قسمتش میگیریم، یک عدد دیگه شام هست و آلی کاملا پوستش میگیریم. دیگه کلش ریزه ریزه میکنیم به هر اندازه که شما دوست داشتین به اونم اندازه ریزه کنین، اما بهتر است به اندازه نخود یا ریزه کنیم تا یک سوپ مزه‌دار و خوشتم آماده کنیم. این از قسمت ها خوب پوستش میگیریم، پوستش را گرفتیم دوباره در ظرف بازی را به خیر ریزه میکنیم و اضافهش میکنیم. و بسیاری دوستای ما میتونن شلغم جوش بدن، وقتی که جوش دادن امرای یکمک نمک و مرچ سیاه در آبش پرتن و نوش جان کنن، این بسیار فایده داره. اما به این طریقه که سوپ شجور میکنیم این دیگه بسیار فایده دار است و بسیار آسان هم جور میشه. این دیگه آستاستا همه گیشه پوست کردیم و روی تختر هم جمع میکنیم. و از آن یک بار این هم مخلوط میکنیم، میبینیم که رنگ آب کاملا تغییر داده و بسیار خوشبوی خوب زنجفیل هم احساس میشه. چند دقیقه دیگه که خوب جوش خورد بازی را بخیر صاف میکنیم و آله شلغم به این اندازه باریک باریک ریزه میکنیم. دوباره خوب ریزش میکنیم، هر قدر که ریزه شوه شکل خلال دوباره آستا آستا ریزید کرده میریم و این قدر وقت نمیگیره. ترکاری ها که آماده شد به ادامهش بخیر دیگه در کل یک ده دقیقه وقت میگیره غذای ما آماده میشه. خوب ریزش میکنیم به این اندازه کلش ریزه میکنیم. شلغم و مرچ دلمه همچنان ریزه میشه، کرم هم ریزه میشه و دیگه ترکاری هم زیادتر در این سوپ استفاده نکنین. سوپ زنجبیل که است کمتر از ترکاری استفاده میشه، یکم که از شلغم زیادتر استفاده کردیم و دوستای ما اگر خواسته باشن از کدوگک هم میتونن استفاده کنن. کدوگک بسیار یک طعم خوب و خوشمزه را داره. خوب ریزش میکنیم شلغم. یک ذره اگر خردترک بود میتونین یک دو سه عدد بگیرین، اما این کلانتر بود این دو عدد هم کفایت میکنن. از گشنیز همچنان استفاده کرده میتونین، از برگ کرفس هم میتونین استفاده کنین، بسیار خوب است. دوباره مخماندهش هم ریزه میکنیم و شلغم هم متوجه باشین یک تعداد شسته که کمک پوست سختتر داره، دیدین پوست سختتر بود، یک چند کمکتر دبلتر اگه پوستش بگیرین بسیار خوب است و رهاتر باز خوب جوش میشه، نرم میشه، ریشه دارش باشه در سوپ باز قدر خوشمزه و خوشتم نمیه. و خوب این ریزه میکنیم. این دیگه آستا آستا تمامش آماده میشه و دوستای عزیز تا که شلغم آماده میکنیم میریم یک وقفه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم. بعدامی برنامه خوش آمد دوستای عزیز و در جریان برنامه کاملا آب زنجبیل صاف کردیم و قسم شما میبینین در جریان وقفه امرای همکارا یک جیره صاف کردیم و خوب قسمتایش آبش هم میریزانیم. این دیگه یخنی زنجبیل آماده شد و اتفالش دور میکنیم و همیشه وقت خوشش کنین بینیم شی و یک سوپ مزدار آماده کنین. این دوباره اضافه میکنیم در دیگ وقتی اگر ایره صاف نکنین و می قسمت های خود زنجبیل که هست اگر ایره نوشجان میکنین زیر دندان باز یکمک زیاد ترخیش میه، اما به این رقم باز مشکل نداره دیگه صاف میشه و طعمش هم باز کار داشتیم طعمش گرفتیم. شلغم اضافه میکنیم، وقتی که شلغم اضافه کردیم آستاستا روی میزه یک ذره آب که ریخته جمع میکنیم و آستاستا دیگه مرچ دلمه رو ریزه میکنیم. عزیزان نوبت مرچ دلمه است. مرچ دلمه
یک ذره زیاتر ما گرفتیم. شما میتونید مطابق میلتان زیاتر استفاده کنین، بسیار خوب است، برای طعم غذا خوب است و این سوپ که آماده میشه از دو چیز زیاتر استفاده میشه، یکی زنجبیل و یکی مزمرچ دلمه. قسمت های تخمک هایش میگیریم و این قسمت هاش هم که یک رنگ سیاهی داره ایش هم بگیرن دوستا، و مرچ دلمه رنگه حتما یک دانه امراش باشه، رنگ سبزش یک عدد بود، یک عدد دیگه هم رنگیش بگیره، رنگ سرخش باشه، زردش باشه، هر رنگش که شما دوست داشتین استفاده کنین. و حال دیگه آستا آستا همه زیره خلال کرده و دوباره ریزش میکنیم. و فواید مرچ دلمه را همیشه برتون گفتیم که فواید فراوانی داره و شما میتونید همیشه وقت از مرچ دلمه استفاده کنید و ویتامین سی داره و هر رنگش از خود یک خیاست خوب و فایده خوب داره دوستا. به این اندازه ریزش میکنیم و همیشه وقت دوستان ما گفتن که بر ما یک سوپ مزه‌دار جور کو که کاملا مثل یک سوپ همیشه وقت ما جور میکنیم. زیادتر دوستای ما که نوشجان میکنن صحیح است و هیچ وقت سوپ بی ضرر است. کسایی که زیادتر سوپ خوش دارن میتونن در هوای سرد سوپ زنجفیل آماده کنن. دوباره ریزش میکنیم و در جریان وقفه ما کاملا صافش کردم و شما دیدین که همین جالی چای صاف کن که است، میتونین از این استفاده کنین، هیچ مشکل نداره. و مرچای دیگر هم بخونده رو ریزه میکنیم و به ترتیب آستا آستا کاملا سوپ آماده میشه. و امروز که سوپ آماده میکنم از 10 نفر بیشتر رو میتونه ایره نوشجان کنه و قدر قیمت هم تمام نمیشه برتون و یک چیز اقتصادی است، خوب است که در خانه جور کنین و نوشجان کنین. یک عدد دیگه شام مانده و برای زکدن ما داریم گشنیز و امرای کرم. کرم که است اگه بسیار خوب است که یک مقدار کرم هم ریزه شوه، اضافه شوه. یک گوشه تر میاریم این حاله، ببینیم که آستا آستا دیگه جوش میخره، آماده میشه. چه خوب است که ترکاری ها ریزه کرده بالای مواد قبلی اضافه شوه. امیدوار استم این سوپ مزه‌دار حتما جور کنین و نوشجان کنین تا اولادایتان خودتان دوای سرد هم صحتمند باشه. و حال دیگه کرم ریزه میکنیم آستا آستا و سر میز زمین جمع کرده آستا آستا کل کارا انجام میشه. و مرچ و مصالحش هم در اخیر اضافه میکنیم، قسمت ساقی کرم هم میگیریم و باریک باریک ریزش میکنیم. همیشه وقت صبح که تیار میکنید کوشش کنید ترکاریش ریزه تر باشه، بسیار خوب و خوشمزه تر آماده میشه. و در قسمتی که ریزش ها میکنین متوجه باشین یکسان ریزه شد و بسیار خوب است. و آله دوباره ریزش میکنین یک کمی دیگه هم میگیریم، یک کمی دیگه هم کرم، این هم کرم کفایت میکنه. و کرم هم تازه بخرین، از کرم هایی که بسیار برگش زیادتر وقت خوش شده باشه در دکان باشه و قدر سوپش مزه‌دار نمیه، اما همیشه وقت کوشش کنین که چیز تازه بخرین، بهتر است و خوبتر است. ترکاری ها را اقلا وقتی که جوش میتین کوشش کنین 10 دقیقه 8 دقیقه ایره جوش بتین، بعد از او باز امروز آرد نشسته و دیگه موادش باز اضافه میکنیم. آرد نشستهش در مواخر همیشه وقت استفاده میشه و یک بار مکسش میکنیم
ببینید چقدر یک رنگ خوب داره و این سوپ که امروز براتون جور میکنم این سه نوع سوپ شده تا بالا که براتون جور میکنم و امیدوار هستم در طول هفته یک روز حتما شما هم ایره کوشش کنین و جور کنین و نوشجان کنین. ظرفای اضافه را جمع میکنیم و آرد نشایسته را اضافه میکنیم در یک کاسه دیگه و یک کمک آب میگیریم امروز اضافه میکنیم تا آستا آستا خوب آماده شود. بخیر که خوب جوش خورد آماده شد باز آرد نشایسته را اضافه میکنیم، یک کم در دیگه آب اضافه میشه به این اندازه کفایت و نخاتم اضافه میکنیم. نخات جوش داده بود اضافه شد و در پلویش سرکه سیب است یک مقدار زیادتر گرفتیم، اگر سرکه سفید انگور باشه کمتر پرتین، حدود 4-5 قاشق سرخوری سرکه را اضافه میکنیم و در اینجا مساله و نمکش است پسان اضافهش میکنیم، نزدیک خود میاره میشه و خیر مرچ سیاه، زردچوبه، نمک چینایی و نمک تم که همیشه وقت باید ما شما استفاده کنیم دیره همراه گشنیز و مسالجات یک جا که اضافه کردیم. بعد از او آستاستا بخیر دیگه نارد نشایسته رو باز آماده کرده کم کم اضافهش میکنیم، اما آلی رو میمونیم برای 6-7 دقیقه خوب تر کاری و جوش بخوره آماده شوه و آل چی خوب است که گشنیز هم ریزه کنیم و گشنیز تازه به مقدار لازم استفاده کنید، بیشتر از گشنیز هم استفاده نکنید، دوده ریزه کردگی دوسی خاشق باشه فاید میکنه. این از قسمت ها خوب ریزش کردیم اضافهش میکنیم در ظرف و همیشه وقت برنامه خود را ببینین، برنامه البته پخت و پز غذای متفاوت و امروز براتون خواستم که یک غذای خوش رنگ و خوش مزه را آماده کنم تا شما از ذهن هم بتونید را آماده کنید در طول هفته و آل دیگه آستا آستا سر میز جمع میکنیم و سوپ دیگه طرف آماده شدن است. وقتی که ترکاریش مکمل اضافه شد و بعد از دیگه قدر وقت دیگر در بر نمیگیرم مرچ مسالش یایش که از تک دکم اضافه کردین در حدود 6-7 دقیقه جوش خورد آماده میشه. اینه ببینین ترکاری چقدر رنگ خوب کشیده و بسیار یک خوشبوی خوب هم داره که از سرکه استفاده کردیم و آل سرپوش هم میماریم اقلا برای 3-4 دقیقه سرپوش هست نمیورداریم تا خوبی جوش بخوره آماده شوه. بعد از اینکه جوش خورد ترکاریش نرم شد بعد از او باز میتونیم مرچ مساله و آرد نشایستیش اضافه میکنیم دیگه آستا آستا سوپ آماده میشه. یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. برنامه برنامه خوش آمد دوستای عزیز و قسمی که شما میبینید خوب دالت جوش خوردن استک، البته ترکاری ها را که اضافه کردیم و آلچی خوب است که آستا آستا بخیر گشنیز هم امروش اضافه کنیم، گشنیز تازه که اضافه شد به ادامهش مرچ مساله نمک چینایی اضافه میکنیم 1.5 قاشق و مرچ سیاه، زردچوبه به مقدار لازم اضافه میشه. مقدر ضرورت ما گرفته بودم، میخوایم که همگیش اضافه کنیم. تمام شد و نمک تم همیشه وقت کوشش کنین که کمتر پرته نیاز بود، دوباره میتونیم یک مقدار دیگر زیاد کنیم. یک قاشق قوارک اضافه میشه و آل ایره خوب مخلوط میکنیم، یک ذره سرکه سیام گرفتیم که او را امرایش اضافه میکنیم. چه خوب است که نشایسته را خوب مخلوط کنیم و آرد نشایسته یک گیلاس گرفتیم، در 2 گیلاس آب خوبی را آمادهش میکنیم. ایره چند لحظه مخلوط نکنیم، دوباره بین این رقم خود سخت میکنه، مشکل نداره، بسیار راحت تر میتونیم بازی را آماده کنیم. آستا آستا خوب مخلوطش میکنیم. بسیار دوستان متوجه باشن که از 2 گیلاس آب در 1 گیلاس آرد نشایسته زیاد نپرتین، آستا آستا دیگه بازم قسم بسیار منظم خوبتر آماده میشه. اما اگر دیدین که یک ذره سختتر میخوردین سوپه، دوباره باز یک کمی اگر کم میشه میتونین یک کمی زیاد کنین. این دیگه مخلوط شد آماده شد
و چه خوب است که آستا آستا اضافهش کنیم. من میخواییم قدر سختش نمی کنم، به اندازه همیشه وقت باید سوپ سختتر باشه. یک کمی دیگه مندازیم، این اندازه اضافه کردم و فعلا خوب مدیده نمیشه، چرا که یک 30 ثانیه تیر شود دوباره یک ذره حرارت ببینه خود سخت کنه، دیده میشه که به کدام اندازه سخت میکنه خود، چرا که دفعتا آب کانفلور سرد است و اگر شما این را پرتین فکر میکنین خود سخت نکرده با زیادتر خود سخت میکنه، سوپی سخت و مقدر خوشمزه و خوشتم نمیباشه دوستا. خب کم است، دیده میشه که باید یک مقدار دیگه هم اضافه کنیم. بینی اندازه کفایت میکنه. خب مخلوطش میکنیم و چقدر یک رنگ خوب به خود گرفته. امیدوار استم از این سوپ مزه‌دار هفته یک روز برای خودتان، برای اطفالتان و فامیلتان آماده کنین و نوشجان کنین تا یک سوپ خوشمزه و خوشتم در خانه ما شما خود ما درست بکنیم. بسیار گپ اینه که است که همیشه وقت کوشش کنیم سوپ در خانه خود ما جور کنیم و در پولیش دیگه غذایی که تند و تیز است هر وقت از هتل از بازار نخواهیم. بیننده برنامه خودتان باشه، همه روزه غذای متفاوت مختلف برتان آماده میکنیم و آل آستاستا جوش میخوره. وقتی که جوش خورد تقریبا 3-4 دقیقه در حالت جوش میماریم، بعد از دیگه حرارتش خاموش میکنیم، سوپ آماده میشه و ظرفای اضافه را دم دست خود دورتر میاریم، دیگه میماریم و سر میز هم جمع میکنیم. تخته را البته شما میبینین که خالی است دیگه، آستاستا آبی که ریخته این رو جمع میکنیم و سرکه سیام یک مقدار گرفتم که از سرکه سیام استفاده کنیم برای سوپ ما در اخیر بسیار خوب است. و همچنان کسایی که همیشه وقت بیننده برنامه ما هستن برنامه را خدا کنند دیده باشن و تقاضای سوپ زنجبیل داشتن، یعنی امروز براتون جور کردیم، روزهای بعدی یا امروز شما هم میتونین را بگیرین جور کنین. یک قاشق هم نیاز داریم، یک ذره سرکه با زیاد میشه، تمام شد و آستا آستا دیگه خوب جوش میخوره سوپ. چه خوب است که مخلوطش کنیم. ببینید زردچوبش به اندازه ما اضافه کرده بودم، بیشتر از این زردچوبه هم نپرتین و مرچش بسیار مکم انداختیم، چرا بسیاری دوستا وقتی که در غذا مرچ مندازن یک کمک تند و تیز آمادهش میکنن باز در او صورت تفلا خورده نمیتونن، همیشه وقت باید متوجه باشیم. و یک بار دیگه برتان میگم که سوپ تقریبا این بار سیم است که برتان جور میکنم. این سوپ یخنی آب زنجفیل شما دیدین که جور کردیم، 100 گرم زنجفیل میگیرین، خوب تراشک میکنین، در 3 لیتر آبی را جوش میتین، وقتی جوش دادین دوباره صافش میکنین، آبش میگیرین و هم تفاله زنجفیل دور میکنین. بعد از دو عدد شلغم و دو عدد مرچ دلمه را اضافه میکنین، یک ذره کرم، گشنیز، نخود جوش داده یک گیلاس و در پالیش هم یک کمک از آردن شایسته و سرکه و مسالجات استفاده شده. و آل دیگه فکر کنم که آستا آستا پخته شده، حرارتشم خاموش میکنیم. بسیار یک رنگی خوب داره و بیشتر از 10 نفر میتونه سوپ نوشجان کنه، چرا مقدار زیاد است. کاسه را نزدیک میاریم و اضافهش میکنیم. ببین ترکاریش که به یک اندازه باشه بسیارم تو منظم خوبتر آماده میشه. خوب اضافهش میکنیم، یک مقدار دیگه اضافه شوه و سوپ ازی که در زیادتر سختتر نکنین، آردن شایسته بیشتر از این اندازین، بینیم این مقدار بسیار خوب است. یک ملاقی دیگه هم مندازیم، بس تمام و سرپوششم دوباره میگذاریم که تا سوپ سرد نشه. این قسمت هاشم که یک ذره ریخته باید جمعش کنیم. و از سرکه سیاه در اخیر همراهش مطابق میلتان اضافه کنین، هر اندازه که دوست داشتین
به مو اندازه میتونین از سرکه سیاه استفاده کنین یا سرکه سویا ساس میگن بسیار دوستا. یک قاشق دیگه هم اضافه میکنیم و همیشه وقت بیننده برنامه خودتان باشین. ما غذای متفاوت برتان آماده میکنیم در پالی غذا، غذایی که پیش از نان باشه، بعد از نان باشه، غذای تند تیز و شیرین و باب همچنان در طول هفته آماده میشه. بسیاری دوستای ما گفته بودن که از سیب یک شیرینی برام جور کنین. چند وقت پیش برنامه ما نشر شد که شما شاید برنامه را ندیده باشین، میتونین در چنل یوتیوب تلو برین و برنامه ما را تعقیب کنین. امیدوار هستم که هر غذایی که شما دوست داشته باشین در چنل یوتیوب تلو هست و وقت و پز نشته کرین. ان شاء الله برنامه را شما میتونین تعقیب کنین، دوباره آمادهش کنین و همچنان میتونین در اپ دریا هم روزه برنامه ما را تعقیب کنین و اینستاگرام هم تعقیب کنین. و صبح مکمل آماده شده، همکارای ما منتظر است بخیری که برنامه خلاص ما را نوشجان میکنیم. حتما شما هم در خانه ای را آماده کنین، نوشجان کنین. کسایی که سوپ در هوای سرد میخوره کمتر هم مریض میشن، بخصوص سوپ زنجفیل یا زنجبیل از فراموشتان نشه. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه دیگه خدا و نگهدارتان، شاد و خرم باشید.